سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 16 ماه سنبله سال 1395 هجری خورشیدی است. نخست سرخط چند خبر. حمله بر مرکز شهر و برهم خوردن امنیت و زندگی عادی مردم برای بیش از 11 ساعت. سعی کنیم که شیشه از کل جهات این بسته دنیا دود از و غبار است. کل اگه برای می دکاندارا و خانوالا و چیز کل سارا رسیده. هیچ کس اینجا به خساره نیست. انتقاد سخت رحمت الله نبیل از آنچه که مداخله رئیس جمهور در کارهای نهادهای امنیتی میگوید. درست مداخلات بی جای رهبری حکومت وحدت ملی خصوصا رئیس جمهور اشرف غنی، ما در عرصه‌های مختلف به طرف بنبست استراتژیک روان هستیم. انتقاد نماینده ویژه رئیس جمهور از گماشتن برخی از مسئولان امنیتی بر بنیاد سلیقه‌های سیاسی. مرگ مادر یک افسر پلیس پس از شنیدن خبر کشته شدن پسرش. با تاکید باراک اوباما بر همکاری تمامی کشورهای جهان در کار نابودسازی حراس افغانی. مشروع خبرها. حمله تمامی تهاجمی در شهر نوه کابل پس از 11 ساعت درگیری و کشته شدن هر سه مهاجم پایان یافت. این رویداد با منفجر ساختن یک موتور باربری پر از مواد انفجاری در برابر نهاد جهانی پاملرن آغاز شد. پس از آن سه مهاجم مسلح با جا گرفتن در یک ساختمان تا ساعت 10 روز سه‌شنبه با نیروهای امنیتی درگیری شدند. پلیس کابل میگوید که نیروهای ویژه پلیس توانستند 42 تن به شمول شهروندان خارجی را از خانه‌های این کوچه بیرون بکشند. پلیس میگوید که هدف این حمله نهاد جهانی پاملرن نبوده، اما این نهاد در خبرنامه‌ای گفته که هدف یک ساختمان دولتی بوده. عابد جوینده گزارش می‌دهد. آرامش در پایتخت پس از یک انفجار موتر باربری پر از مواد انفجاری در برابر دروازه نهاد کمک رسان پاملرن در شهر نو برهم می‌خورد. نیروهای امنیتی شب هنگام عملیاتشان را آغاز نکردند، گذاشتند تا سپیده بدمد. بامداد روز سه‌شنبه درگیری‌ها میان مهاجمان و نیروهای امنیتی آغاز می‌شوند و همه جاده‌های شهر نو بسته هستند. فیر و اجزا زیاد بود. بعد از او پنج بجه، ساعت 5 بجه صبح باز انفجار دیگر رخ داد. سرانجام پس از 11 ساعت و با کشته شدن آخرین مهاجم درگیری ها به پایان میرسند. حمله کنندگان در یکی از جاده های کوچک نهاد جهانی پاملرن را هدف قرار دادند، هرچند این نهاد در خبرنامه تاکید می‌ورزد که هدف این حمله این نهاد نبوده است. حمله کنندگان نخست موتر پر از مواد انفجاری را در همین جا انتحار می کنند و بعد از داخل شدن سه مهاجم به داخل ساختمان نهاد پاملرن، سه مهاجم تا ساعت 10 صبح امروز در برابر نیروهای امنیتی مقاومت می کنند. در این رویداد بیشترین آسیب به فروشگاه های شهر نو رسیده است. جای ما که می خیستیم سعی کنیم که شیشه از کل جهات این بسته دنیا دود از و غبار است. بین سهر بودم دل دو بودن دکان که بند دو. و واسه لسنیمی بجه جنگ ختم شروع بود. کل اگه برده می دکاندارا و خانوالا و چیز کل سهره رسیده. هیچ کس اینجا به خساره نیست. پلیس کابل می گوید که در نتیجه این حمله شش غیر نظامی زخم برداشتند. نیروهای ویژه پلیس ملی توانستند تا سه نفر مهاجمی که در داخل تعمیر بودند اونا را از پا در بیارند. جاده های شهر نو پیش از چشت روز برای رفت آمد کنندگان باز می شوند و دکانداران شهر نو دوباره به کارهایشان برمی گردند. برای آریان خبرنگار تولو نیوز از محل رویداد با ما پیوسته. آریان، خسته نباشی، اونجا چی گذشته دیشب تا ده صبح امروز؟ گزارش ها می رسانند که میزان زیان های این رویداد بسیار بزرگ هستند. خودت چی می بینی اونجا؟ دقیقا پس از حمله دیروز در برابر وزارت دفاع ملی، نگرانی ها از احتمال یک حمله دیگر وجود داشت که
11 بجه شب دیشب یک موتر پر از مواد انفجاری درست در همین جا در برابر نهاد پاملرن منفجر ساخته میشه که در نتیجه انفجار زیانهای زیاد به خانه ها و فروشگاه ها در گرد پیشی محل وارد میشه. مثلا خانه ها بیشتر تخریب شدند، دکان ها، فروشگاه ها و به همین گونه انفجار نیرومندی که بوده دو دروازه زرهی این نهاد داشته که اردویش حتی به دورترها پرتاب میشه در نتیجه انفجار و درست سه مرد مهاجم پس از انفجار موتر خودشان را جابجا میسازند در این ساختمان و به درگیری با نیروهای دولتی میپردازند. چیزی که دیده میشه در اینجا هم خسارات خیلی وارد شده، یک نهاد، یک ساحه خیلی مهم بوده در اینجا، امترین بخش در کابل که نهادهای مهمتر اینجا هستند و مردم هم در نتیجه گلوله‌باری ها یا نبردی که آغاز شده بود اینجا در زیر رگبار گلوله ها گیر مانده بودند که سرانجام نیروهای دولتی با از پادر آوردن همه مهاجمان مردم را از گیر مردان مهاجم بیرون میکشند و حالا وضعیت به حالت عادی برگشته، اما هنوز هم مردم به شدت تکان خوردن، نگران هستند که احتمال چنین رویدادهای دوباره میتونه زندگیشان را از حالت عادی بکشه. تشکر آقای آریان. و ادامه خبرها، رئیس پیشین امنیت ملی رئیس جمهور را به مداخله های بیجا در کارهای نهادهای حکومتی متهم می سازد و می گوید که این مداخله ها به بحران های امنیتی، سیاسی و اجتماعی انجامیده. رحمت الله نبیل در گفتگوی با تورو نیوز گفته که مداخله های رئیس جمهور غنی بحران را در کشور ژرف‌تر ساخته و هراس افغانان را جسورتر. آقای نبیل بر رهبران حکومت وحدت ملی به ویژه رئیس جمهور پیشنهاد می کند که برای بیرون رفت از بحران های کنونی یا دست از داخله ها بردارند و یا هم از مقام هایشان کنار بروند. انیسه شهید گزارش می دهد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی می گوید که هدف حمله انتحاری و تهاجمی دوشنبه شب در شهر نوی کابل دفتر او بوده است. آقای نبیل این حمله را کار شبکه حقانی می داند. گفته می شود که رحمت الله نبیل از بهر آنکه بر اعدام انس حقانی تاکید کرده است، نامش در فهرست کسانی جا گرفته است که آماج قرار گیرند. بعد از حمله وزارت دفاع یکان طالب میامی گروپ های حقانی اینا پیام های بر مروان کردن که نوبت ترسیده، اما که ما درخواست اعدام انس حقانی را کردیم به او حرف خود حالا میستاد استم. این دفتر به نام قهرمان کمک به قهرمانان ملی افغانستان یا کمک به نیروهای امنیتی افغانستان است که از طرف رئیس پیشین امنیت ملی ایجاد شده بود و قرار بود تا چند روز دیگه دفتر افتتاح شود و به نیروهای امنیتی افغان که در جنگ ها آسیب میبینند یا قربانی میشن کمک رسانی بکنند. اما این دفتر هدف از امی حمله که دیشب رخ داده گفته میشه که هدفش امی دفتر بوده و در هنگامی که حمله رخ داده فقط 9 تن از نگهبانا و کارمندای دیگه از این دفتر اینجا حضور داشتند. رئیس پیشین امنیت ملی علت افزایش حمله های هراس افغانانه را در کشور برخواسته از مداخله های رئیس جمهور در بخش های سیاسی، نظامی و اقتصادی میداند. بنابر رهبری نادرست، مداخلات بی جای رهبری حکومت وحدت ملی، خصوصا رئیس جمهور اشرف غنی، ما در عرصه‌های مختلف به طرف بنبست استراتژیک روان هستیم. مسئول دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری در واکنش به این گفته‌های آقای نبیل می‌گوید: رئیس جمهور اسلامی افغانستان در نخستین گام تلاش کرد تا کاستی ها و ضعف ها را در ساختار نهادهای امنیتی به بررسی بگیرد و همین منظور هست که نشست های سرقومندانی علای پای مسلح و شورای امنیت و همچنان صحبت از طریق مرکز توحید با قراردادها و منظور هماهنگی بیشتر صورت میگیرد. متاسفانه رویدادهای تروریستی سالیان زیاد است که مردم افغانستان قربانی میگیرد و دشمن چون در جبهه های جنگ مانند هلمند، اوروزگان و کندوز شکست خورده است، با کشتار برهمانه در صدد انتقام گیری از دولت و مردم افغانستان برآمده است.
آقای نبیل میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی تا کنون تنها برای امتیازگیری های شخصی و گروهی و نیز برای ناتوان ساختن همدیگر کار کردند و وحدت ملی را به سختی آسیب رسانیدند. بیان برای مردم بشینن بگن که ما تلاش خود کردیم اما نمیتونیم با هم کار کنیم، استعفای خود بدن. آقای نبیل وضع کشور را بحرانی می‌داند و از تمامی رهبران سیاسی می‌خواهد تا برای این مشکل راه حلی پیدا کنند. احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در مراسم یادبود از 15مین سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور میگوید که برخی از مسئولان نهادهای امنیتی بر بنیاد رابطه های حزبی و مسائل دیگر گماشته شدند نه بر بنیاد تخصص و کاردانی. این مقام حکومت تاکید می‌ورزد که نهادهای امنیتی باید با انگیزه ملی کار کنند. گلاب‌الدین غبار گزارش می‌دهد. اینجا شماری از مقام‌های بلندپایه حکومت در مراسم یادبود از 15مین سال روز جان باختن احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور شرکت کردند. ناتو و همه امکاناتش یک طرف در برابر عین دشمن و عامر صاحب شهید با حداقل امکانات در برابر عین دشمن. آزادی و آزادی خواهی و آزاد منشی در طبیعت احمد شاه مسعود وجود داشت. اما نماینده ویژه رئیس جمهور از نهادهای امنیتی انتقاد میکند و میگوید که این نهادها باید بر بنیاد تخصص استوار باشند. کسایی که مسئولیت رهبری نهادهای امنیتی را دارند اکثریت متاسفانه تخصص لازم در رشته خود ندارند. یا به خاطر علاقه‌مندی‌های سیاسی یا به خاطر علاقه‌مندی‌های قومی در نهادهای شخصیت‌های جا به جا شده که مردم افغانستان هر روز صدماتش را می‌بینند و دوام شرایط فعلی واقعاً بر مردم افغانستان غیر قابل تحمل است. در این میان انتقادهای از بحر ناهماهنگی‌ها و نیز از بحر مخالفت‌ها میان رهبران حکومت نیز شنیده می‌شوند. نزدیکان قربانیان رویدادهای هراس‌افگنانه طالبان را جنایتکاران قرن می‌دانند. نزدیکان این قربانیان می‌گویند که طالبان با کشتن مردم بیگناه نشان می‌دهند که مسلمان نیستند و دشمن انسانیت هستند. این خانواده‌ها حکومت را با بی‌پروایی در تأمین امنیت جان‌های شهروندان کشور متهم می‌سازند. در این باره هم انیسه شهید گزارش ساختند. جنازه های دگرمن شیر احمد سالنگی معاون حوزه دوم امنیتی و مادرش امروز یک جا به خاک سپرده شدند. نزدیکان آقای سالنگی میگویند هنگامی که دیشب مادر شیر احمد سالنگی از جان باختن فرزندش در حمله انتحاری در برابر وزارت دفاع ملی آگاه شد سکته کرد. البته این سومین فرزندش، سومین پسرش بود که در راه حفظ و نگهداشت نوامیس ملی و حفظ وطن شهید میشه. نزدیکان گل محمد یکی از قربانیان این رویداد اینجا آمدند و برای آرامش روح وی دعا میخوانند. از وی 7 فرزند بر جا مانده است. نیستیم اگر چه اولاد ما بود، مگر خپا نیستیم خاطر از اینکه در خدمت مرده، در خدمت وطن. اخیر بس دوی باید استعفا ورکړي او سم دولت راشي، لویه جرګه را وغواړي. دگروال شریف، فیضی، عامر لوجستیک و نفت وزارت دفاع ملی نیز که در این رویداد جان باخته است 5 فرزند 15 تا 2 ساله دارد، اما تا کنون همسرش از مرگ و آگاه نیست و قرار است فردا به خاک سپرده شود. با این همه امروز مهمترین و کلیدیترین بخش‌های پایتخت مفلوج شده بودند. حمله گروهی هراس‌افگنان در شهر نو و سپس بسته شدن تمامی راه‌های مرکز شهر از سوی نیروهای امنیتی کابل نشینان را با دشواری‌های فراوان روبرو ساخت. جاده‌ها همه برای ساعت‌ها بسته بودند و شهر کابل یک چهره جنگی به خودش گرفته بود. ولی آریان گزارش می‌دهد. پایتخت با چهره جنگی، جاده ها همه بسته هستند. کابل نشینان پشت سدهای نظامی سرگردان. مردم بانیم بردم مرمی دم فرقش بخورن. او بیدر خشمه یک گپ بگوی که همون قابل چلش باشه. جای بسیار تاسف است که در پایتخت کشور همچه حملات ای بار اول نیست بارها با وفق پیوسته. بیکفایتی دولت ما را در قبال مردم در مقابل شهروندان افغانستان نشان میتن. این موصل بزرگتری برای پایتخت نشینان شده است. 4 تا توریست میاین تمام ارگان ها را فلج می سازن.
این سرگردانی ها قصه های دردناکی دارند. مانند این بیمار که ساعت ها جاده های بسته را پشت سر زده است، اما راهی نیافته به شفاخانه. اینجا میماند تا باز شدن راه ها. بسیار جای ما پیاده آمده مترار نیماندم. ما خودم عملیات کردم، ولی سر ما مشکلات بسیار زیاد ما دیده. جاده های پر رفت آمد میدانی برای سرگرمی ها شده است. هنوز هم کابل نشینان به خطرها و تهدیدها پشت پا میزنند، زندگی میکنند. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. برای نابودسازی حراس افغانی همکاری تمامی جهان نیاز است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که برای از بیان برداشتن دشواری های بزرگ جهان تمامی کشورها باید همکاری کنند. در همین حال باراک اوباما وجود اختلاف ها را میان ایالات متحده و چین میپذیرد، اما میگوید که چین در رویارویی با چالش های منطقه ای به شمول برنامه های هسته ای ایران یک همکار مهم ایالات متحده است. نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا با حضور رهبران 10 کشور عضو آن و چندین کشور دیگر روز سه‌شنبه در شهر وینتاین پایتخت لاوس آغاز شد. رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانیش در این نشست بر همکاری های جهانی در پیکار با حراس افغانی تاکید می‌ورزد. ما برای پایان دادن به حراس افغانی و جلوگیری از گسترش جنگ افزارهای خطرناک در جهان و نیز برای جلوگیری از اثرهای ناگواری تغییر هوا باید همکاری های بهتری داشته باشیم. از سوی هم اوباما میگوید که ایالات متحده و چین بر سر چندین مسئله مهم اختلاف دارند، اما برای رسیدن به هدفهای مشترکشان نیز کار کردند. ایالات متحده و چین بیش از هر زمان دیگری در مسائل بیشتری دخیل هستند. از تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای گرفته تا تعهدمان به حل سلاح هسته‌ای کره‌ای شمالی و نیز توافق تاریخی مان درباره تغییر هوا. در همین حال نشست کشورهای جنوب شرق آسیا زیر سایه چندین مسئله به شمول پسر فاحشه خواندن باراک اوباما از سوی رئیس جمهور فیلیپین و پس از آن لغو دیدار دو طرف قرار گرفته است. سفر درست پیش باراک اوباما به چین نیز با تنش‌های میان ماموران امنیتی اوباما و مقام‌های چینی خبرساز شده بود. این همچنین گزارش کوتاه دیگر از جهان. نیروهای مرزی هند و پاکستان در خط مراقبت مرزی کشمیر درگیر شدند. ارتش پاکستان میگوید این درگیری ها از ناوقت های دوشنبه شب آغاز شدند و تا ساعت 10 صبح امروز ادامه داشتند و به هیچ تلفات جانی پایان یافتند. حکومت فرانسه دو اردوگاه را برای مهاجرانی که در جاده ها و پارک های این کشور به سر می بردند ایجاد خواهد کرد. مقام های حکومت این کشور می گویند که در این اردوگاه ها مردان، زنان و کودکان به گونه جداگانه جابجا خواهند شد. رئیس جمهور امریکا بر وضع تحریم های بیشتر بر کره شمالی از بر برنامه هسته‌ای‌اش تاکید می ورزد. باراک اوباما می گوید که واشنگتن با سازمان ملل متحد کار می کند تا تحریم های بیشتری بر این کشور وضع گردد. و به ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی لحظات بعد. ادامه خبرها. چهارمین نمایشگاه مشترک افغانستان و ایران امروز در کابل گشایش یافت. مشاور ارشد رئیس جمهور ایران میگوید که بازرگانان ایران آماده هستند که در بخش‌های تولیدی در افغانستان سرمایه گذاری کنند تا صنایع در این کشور رشد کند. در همین حال وزیر اقتصاد میگوید برای افزایش صادرات افغانستان باید ایران تعرفه های حمایتی را کاهش دهد تا در کنار افزایش واردات صادرات نیز افزایش یابد. زرمینه محمدی گزارش میدهد. در چهارمین نمایشگاه مشترک افغانستان و ایران 80 شرکت ایرانی و 10 شرکت داخلی در بخش‌های مواد خوراکه، ساختمان، کشاورزی، لوازم خانگی و لوازم آرایش و بهداشت فرآورده‌هایشان را به نمایش گذاشتند. مشاور ارشد رئیس جمهور ایران میگوید که برای گسترش رابطه بازرگانی میان هر دو کشور باید سرمایه‌گذاری‌های مشترک صورت گیرد.
من از همینجا صنعتگران ایرانی دعوت میکنم برای آینده روابطمون به این موضوع فکر کنم، به اینکه چطور این محصولات صنعتی که ما قادرین بسازیم اونها که افغانستان درش ظرفیت داره همینجا در افغانستان بسازند. ما تشویق میکنیم و تشویق کردیم بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران رو که یک مرحله از خط تولید رو به داخل افغانستان بیاره و در قالب کار مشترک با بخش خصوصی افغانستان در واقع کمک میکنه هم به تولید بعضی از کارها در افغانستان و هم به تولید اشتغال. در این حال وزیر اقتصاد میگوید که برای گسترش روابط بازرگانی میان هر دو کشور باید برای توازن در صادرات و واردات از سوی هر دو کشور برنامه های عملی روی دست گرفته شوند. ما یقیناً که نیاز داریم تا ایران در پهلوی افغانستان در این شرایط اساس قسمی که در همیشه استاد بوده و در پهلوی ما بوده باز هم در بخش رشد تجارت و اقتصاد افغانستان همکاری بکنند. خواهش میکنیم که با توجه به شرایط پیری افغانستان به صادرات ما به کشور ایران توجه دیدی مبذول بدارد تا ما بتانیم در تجارت تبادلات روزمره ما و شما ازدیاد صورت بگیرد. بر بنیاد آمارها حجم بازرگانی میان افغانستان ایران سالانه به 2 میلیارد دلار میرسد. با گفته اتاقای تجارت و صنایع مقام های هر دو کشور برنامه های گسترده ای را برای افزایش حجم بازرگانی روی دست دارند. و این هم نرخ شما را از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 67 افغانی با 10 پول، یک یورو 74 افغانی با 40 پول، یک درهم امارات 18 افغانی با 20 پول، 1000 روپیه هندی 1015 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی با 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 632 افغانی. و بیننده های ارجمن، رویدادهای ورزشی خبرهای امشب را همکارم مسعود ملک تقدیمتان میکند. آقای ملک سپاسگزار است. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. قرار است تیم ملی کرکت کشور 3 بازی یک روزه را با تیم ملی بنگلادش انجام بدهد. بورد کرکت کشور میگوید که تیم ملی را به خاطر آمادگی های کامل برای رویارویی با این تیم به هندوستان فرستاده است. رقابت‌های انتخاباتی تیم ملی بسکتبال بانوان کشور در پایتخت برگزار شدند. هدف از برگزاری این پیکارها شناسایی 32 چهره برتر به تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان بسکتبال بانوان کشور گفته شده است. پیروزی پرگل اسپانیا مقابل لختنشتاین، تیم ملی اسپانیا در اولین دیدارش در مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 موفق شد با نتیجه 8-0 لختنشتاین را شکست بدهد. با توجهتان به خبرهای این ساعت تشکر و برای به دست آوردن تازه ترین خبرهای افغانستان به 456 زنگ بزنید و سپس 111 را دایر کنید. خدا نگهدار.